بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على و وعلى ابراهیم إبراهيم حمد حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى ابراهیم ابراهیم. حمید حميد مجید از سلام دارم و دبا احترام خدمت همیشه شما خوبان و سروران امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز باشید در این روزها و در این ایام همه زنها و همه چشمها متوجه هست به سرزمین مقدس فلسطین و اتفاقاتی که در آن سرزمین مقدس در حال جریان است. فلسطین در قلب خود شهری به نام بیت المقدس دارد و در این شهر مبارک مسجدی عظیم به نام مسجد الاقصا است. قبله اول ما مسلمانان و یکی از مقدسترین اماکن مسلمانان بر روی زمین سومین مسجد مقدس مسلمانان است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلت عبادت در این مسجد رو به اندازه مسجد خود یعنی مسجد النبی در مدینه منوره قرار داده است و در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که بار سفر بستن برای عبادت در هیچ مکانی جایز نیست مگر سه مسجد مسجد حرام مسجد الحرام در مکه مکرمه در جوار بیت الله الحرام و مسجد النبی در مدینه منوره و مسجد الاقصا همون مسجدی که در سوره مبارکه اسراء اندوه متعال نام زیبای این مسجد رو در کنام نام زیبای مسجد الحرام برای ما ذکر کرده و فرمود سبحان الذي استرا عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا انه هو السميع البصير پاک منزه است اون پروردگاری که بنده خود پیامبر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در پاره از شب در سفری شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاخصا برد در, مکه مکرمه مسجد الحرام واقع است و در بیت المقدس در سرزمین مقدس فلسطین مسجد الاخصا اندوه مطال در این آیه مسجد الحرام رو در مکه و مسجد الاخصا رو در قدس به هم رفت داد و به هم بست کرد و با وجود اینکه رسول الله الله علیه و سلم می که از مکه مکرمه و از کنان بیتون لایل حرام با آسمان عروج بکنه و سفر معراج را آغاز بکنه اما عبدالله متعال تقدیرش برای این بود تا پیامبرش رو در یک سفر شبانه اول به مسجد الاقصا ببرد و از آنجا بعد از امامت بر انبیاء الهی و ارواح انبیاء تمام انبیاء لقب امام المرسلین رو در مسجد الاقصا بگیرند و از آنجا با آسمان برود و دوباره از آسمان به با آنجا بازگردد و از آنجا به مکه مکرمه برود اهمیت مسجد الاقصا برای هیچ کسی از ما و شما پوشیده نیست و مسجد الاقصا همین قدر که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنجا پا داشته و نماز خوانده است و قدمگاه انبیاء عظیمی در تاریخ اسلام است و قبله اول مسلمانان بوده است و به مدت 13 سال در مکه مکرمه و 16 ماه بعد از هجرت در مدینه منوره هم یعنی چهارده و نیم سال مسلمانان به سمت این مسجد عظیم نماز خواندن و بعد از آن تغییر کرد قبله به سمت مسجد الحرام ارتباط مسجد الحرام و مسجد یک ارتباط عجیبی است و الله متعال برای ما از ارتباط این دو مسجد عظیم میگوید تا وقتی مسجد الحرام در مکه مکرمه و مسجد در قدس شریف به دست شما مسلمانان باشد و هر دو را داشته باشید در خیر هستید اما به خطر افتادن مسجد الاقصا به خطر افتادن مسجد الحرام است از دست رفتن مسجد الاقصا مقدمه از دست رفتن مسجد الحرام است این پیامه این آیه در ابتدای سوره مبارکه اسرا است به امر شما سمران یاد داریم در این برنامه و برنامه های بعد از این درباره آیاتی از کلام الله مجید صحبت بکنیم با توجه به اتفاقاتی که این روزها در این سرزمین مقدس اتفاق میفته و جنگی که در گرفته است برگردیم به تاریخ اسلام و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اولین نبردهایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم با دشمنان اسلام با دشمنان قرآن کریم آغاز کرده بررسی بکنیم در خلال آیات کرام الله مجید غزبه اهد و گذری قبل از اون به غزبه بدر آیاتی که در قرآن کریم درباره غزبه اهد نظر شده است در سوره مبارکه آل عمران آیات زیادی است که در خلال این آیات به ما و شما درس های فراوانی را الله متعال میدهد بررسی این آیات تلاوت این آیات و بررسی ترجمه و معانی این آیات و تفکر در اون پاسخ بسیاری از سوال هاست خصوصا در این روزها و در این ایام برای ما شما بسیار راه خواهد بود بررسی و تلاوت این آیات آیاتی که ادراه مطال درباره غزوه احد نازل فرموده در سوره آل امران و در خلال اون اشاره به غزوه بدر هم شده است به همراه شما این آیات رو به تلاوت خواهیم گرفت بخشی و گزیده ای از این آیات رو در سوره مبارکه آل امران به همراه شما تلاوت خواهیم کرد و در خلال این آیات صحبت های زیادی است و نکات بسیار مهمی است که برای ما شما دانستانش بسیار ضروری است و اهمیت دارد و چه بسا که بسیاری از پاسخ و بسیاری از پرسش رو که در ذهن ما بی پاسخ مانده و پاسخ خودمون رو دریافت بکنیم در خلال این آیات از آیه 118 هم به همراه شما عزیزان در مارکه آل امران آغاز خواهیم کرد و چه خوب است که اگر مصحفی دور بردارید مصحف رو هم در اختیار داشته باشید تا به همراه شما آیات رو با هم مطالعه بکنیم و با هم مشاهده بکنیم و این آیات رو بررسی بکنیم آیات قرآن کریم گرچه این آیات درباره غزوه احد در, در سومین سال هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره نادر شده است اما طبق اون قاعده معروفه تفسیری عبرت به محتوای آیات است نه به شأن نزول این آیات در طول تاریخ رهگوش است برای کسانی که پا در میدان نبرد بر علیه باطل و بر علیه دشمنان اسلام میگذارند و حجم این آیات و تنوع این آیات و دستبندی این آیات بسیار زیباست که بسیار مهم است برای ما و شما دانستن این آیات با آیه 118 شروع من بحثمون رو منذ أندرويه در آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ای مؤمنان خطاب این آیه با مؤمنان است یا ایوها الذین آمنوا، ای کسی که ایمان آورده ای ای مؤمنان ای مرد مؤمن ای زن مؤمن ای کسی که میگویی به الله ایمان داری ای کسی که میگویی به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داری ای کسی که خود رو مؤمن به قرآن کریم میدانی گوش کن خوب گوش کن خوب دقت کن ملاک سنجش ایمان تو در این آیات مطرح است ادای متا می فهمند یا ایوها الذین امنو لا تتخذو بطانتم من دونکم ای مؤمنان دوست صمیمی خود رو از غیر خود انتخاب نکنید لا تتخذو بر نگرید من دونکم بطانه در این آیه بطانه در لغت به بخش داخلی لباسی که انسان می پوشد گفته میشه این لباسی که من شما به داریم اون قسمتی که از داخل با پوست بدن در ارتباط هست اون به تانه نامیده میشه و لا تتخذوا بطانه من دونكم الله متعال میفرماید که شما اینجا گرچه لفظ دلالت بر اون بخش داخلی لباس دارد اما معنا دلالت بر این دارد که شما دوست صمیمی محرم اسرار کسی که به او اعتماد بکنی رازهای خود رو با او در میان بگذاری اسرار خود رو با او در میان بگذاری ای مؤمن ای مسلمان باید یکی از خود شما باشد لا تتخذوا بطانا من دونكم از غیر خودتان از غیر همکیشانتان از غیر مؤمنان از غیر موحدان یک مشرک رو یک منافق رو یک کافر رو یک غیر موحد رو یک غیر, رو، یک غیر مسلمان رو محرم اسرار خود قرار نده با او اعتماد نکن با او مشورت نکن او خیرخواه تو نیست لا تتخذوا بطانة من کن دوست صمیمی تو باید یکی از جنس خود تو باشد با اونها دوستی نکن با غیر مسلمانان دوستی نکن با غیر مسلمانان محبت نکن آیات فراوانی در قرآن کریم در این باره برای ما ما رو منع میکنه از اینکه با اونها محبت بکنیم با اونها دوستی بکنیم در سوره مبارکه مائده آیه 51 الله متعال میفرماید یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض تعبیر اون آیه هم دقیقا با تعبیر شبیه این آیه شروع میشه یا ایها الذين امنوا ای مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهودیان مسیحیان رو به دوستی نگیرید و من یتولهم منكم فانه منهم اگر کسی از شما رفت و او رو دوست خود گرفت یک غیر مسلمان رو دوست صمیمی خود گرفت با او دوستی کرد با او رفاقت کرد او رو محرم اسرار خود قرار داد اسرار خود رو با او در میان گذاشت او رو از مسلمانان بد خود ترجیح داد و این هم اون یکی از آنها خواهد بود چرا نباید این کار رو کرد؟ چرا؟ این سوال پیش میاد چرا نباید یک مسلمان دوست صمیمی از یهود و نصارا داشته باشد از مسیحیان یهودیان و منافقان داشته باشد از غیر خود داشته باشد ادای مطال در ادامه میفرماید لا یعلونکم خبالا آنها هیچ کوتاهی نمی در اینکه به شما ضربه بزنند اینکه در شما بین شما فسق و فجور منتشر بکنند اینکه شما رو از راه بیرون بکنند در فاسد کردن شما هیچ کوتاهی به خرج نخواهند داد تمام تلاش اونها این هست که شما رو از راه به در بکنن از راه به راهه ببرن اخلاق شما رو تغییر بدن اعتقاد شما رو از بین ببرن اونها همیشه تلاش دارن تا شما رو از بین ببرن شبیه همین محتوا رو ما در سوره مبارکه بقره در آیه 120 هم داریم ولن ترضا ان کل یهود و حتى حتی تتبع ملتهم هرگز یک یهودی و مسیحی از تو راضی نخواهد شد تا اینکه تو پیرو ملت آنها بشوی تا تو رو یهودی مثل خود نکند تا تو رو مسیحی مثل خود نگرداند ولن ترضا کل یهود و حتی تتبع ملتهم تا وقتی که پیرو آنها نشوی این کلام من نیست این کلام الله متعال است این آیات الهی است ای مؤمن ای مسلمان اعتقاد خودت رو یاد بگیر ای مسلمان یاد بگیر که اعتقاد خودت رو درست بکنی اعتقاد خودت رو درست بکن قبل از اینکه آیات معرکه احد داخل شویم و آیات نبرد مطرح بشه الله متعال صحبت از اعتقاد میکنه اول باید بدانی که دوست تو کیست دشمن تو کیست دوست و دشمن دشمن خودت رو باید بشناسی دوست و دشمن رو باید بشناسی و اگر دوست و دشمن رو نشناختی و وارد میدان شدی چطور امید داری که تو در این میدان پیروز بشی اگر در آخر قرآن کریم نگاه بکنیم سوره مبارکه کافرون بعد از اون سوره نصر می آید اذا جاء نصر الله والفتح ترتیب سوره کافرون قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين ای کافران اعلام بکن به اونها هر کسی که غیر مسلمان است بگو من نمی پرستم آنچه شما می و شما نمی آنچه من می پرستم. و تاکید در این در آیه تکرار می شود در پایان الله متعال می فهمد دینتان برای خودتان و دین ما برای ماست بعد از اون سوره کافرون و وضوح بیان اعتقاد سوره بعدی چیز اذا جاء الله والفتح موضوع نصرت الهی موضوع فتح و پیروزی در نبرد بر علیه باطل و بر علیه ظالم و ستمگر بعد از بیان حقیقت توحید بعد از بیان ثبات بر اعتقاد مطرح میشه وقتی که اعتقاد درست شد وقتی که اعتقاد درست باشه وقتی دوست و دشمن رو انسان در میدان بشناسه اون موقع میتونه پیروز بشه اون موقع اذا جاء نصر الله والفد بعد از سوره کافرون و اعلان براءت از اونها اعلان براءت از اعتقاد اونها اعلان دوری از اونها بعد از الله متعال میفهمد جاء اذا جاء نصر الله والفد اون موقع است که وقتی صفها مشخص میشه وقتی که منافقان مشخص میشن وقتی که یهود و مسیح وقتی که کافران از مسیر شما دور میشن یهودیان و مسیحیان رو شما به عنوان دوست انتخاب نکنید اون موقع است که نصرت و شامل حال شما خواهد شد این دقیقتی است که باید پذیرفت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خَبَالَةً اونا همیشه به إن این هستن که شما رو از بدر بکنن در سوره مبارکه بقره آية 217 باز الله متعال میفرماد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اونها پیوسته تا قیامت با شما در نبرد خواهند بود و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم این استطاعو تا وقتی که اونها شما را از دینتان منحرف نکنند تا وقتی که اونها شما را از دینتان خارج نکنند نبرد نبرد اعتقاد است نبرد نبرد وجود است نبرد نبرد بودن و یا نبودن است نبرد نبرد توحید است مسئله مسئله اعتقاد است این آیات قرآن سراحت دارد قد بدت البغضاء من افواههم ادامه آیه الله متعال میفرمان دشمنی از زبان آنها آشکار است دشمنی اونها با شما از زبان اونها آشکار است با چه تعابیر شما رو مدرسه مطرح میکنن و با چه تعابیر شما رو خطاب میکنن وقتی که یک صهیونیست میاد و مردم مسلمان فلسطین رو حیوان خطاب میکنه و میگه اینها حیواناتی هستند که هیچ ترحمی به اونها کرد و کل دنیا میشنوه و در برابر اینها میبینه اونها رو و این ما فیلم هاش رو دیدیم صحبت هاش رو دیدیم و شنیدیم قد بدت البغوا من افواههم از زبان اینها دشمنی آشکار است و ما تخفی صدورهم اکبر آنچه در دلهای اینها نسبت به شما پنهان شده بسیار فراتر از این است ساده نباشید ای مسلمانان دوست خود رو بشناسید دشمن خود را بشناسید اگر مؤمنید خطاب این آیه با مؤمنان است یا ایها الذين امنو کسی که مؤمن است مؤمن واقعی کیست کسی که دوست رو از دشمن تشخیص بده لا تتخذوا بطانة من دونكم غیر تو هرگز دوست تو نخواهد بود دشمنی از زبان آنها آشکار است و تخفی صدورهم اکبر آنچه در دلها دارند خیلی بیشتر از این است قد بینا لكم الآیات من الله با هزمت برای شما آیات خود رو واضح بیان می کنم این کنتم تعقلون اگر شما عقل خود رو به کار بیاندازید باشد تا بیاندیشید باشد تا تفکر بکنید باشد تا شما در این موضوعات تجدید نظر بکنید بشینید دوست و دشمن خودتون رو بشناسید ها انتم اولای تحبونهم آگاه باشید ای افسوس که شما کسانی هستید که آنها رو دوست دارید ادده ای از شما تحبونه هم آنها رو دوست دارید و لا اما آنها هیچ وقت شما رو دوست ندارن با وجود این همه دشمنی که آنها با شما دارند. با وجود که اینها اینها خیر شما رو نمیخواهند با وجودی که اینها خیر شما را نمیخواهند الله متعال میفرماید که ای مؤمنان اینها یهودیان، مسیحیان، منافقان اینها خیر شما را نمیخواهند چرا اینها را دوست دارید؟ ها انتم اولئی تحبونهم شما آنها را دوست دارید ولا یحبونکم آنها شما را دوست ندارند جوان مسلمانین که شیفته این تمدن به اصطلاح تمدن غرب است شیفته اینهاست آیا چشمتون نمیبینه این دشمنی ها رو آیا تو ندیدی و نمیبینی و نمیشنوی؟ آیا قرآن کلام الله رو نمیخونی؟ اینها دوست شما نیستند. اینها دشمن شما هستند. تاریخ اینها در نبرد 1400 سال با اسلام نشان داده است که اینها هیچ وقت دوست ما نبودند. اینها همیشه ما رو به جرم مسلمان بودن میکشند و کشتند و خواهند کشت و این نبرد ادامه دارد. در همین چند سالی که ما عمر ما جواب میده و کفاف میده و یاد ما هست شما نگاه بکنید چه نبردهایی رو که برای امت اسلامی اینها را نهی این چه جوانانی که کشته نشدن چه کودکانی که کشته نشدن چه پیران و جوانانی که در زندانها از بین نرفتند شما نگاه بکنید از حکایت شوروی و افغانستان نگاه بکنید از حکایت کشمیر نگاه بکنید از حکایت میانمار حکایت ترکستان شرقی حکایت چچن حکایت بوسنی و هرزگوین حکایت جنایت هایی که آمریکای اشغالگر در افغانستان و در عراق و در سرزمین های دیگر اسلامی انجام داده تا کی ای جوان مسلمان کی دوست و دشمن خود رو میخوای بشناسی امروز رژیم اشغالگر صهیونیست به زور در سرزمین های اسلامی در سرزمین مقدس فلسطین آمده و هفتاد و پنج سال است بلکه یک ست سال است که اینها وارد شدن و نقشه داشتن و هفتاد و پنج سال است که ادعا می کنن یک حکومت جعلی به نام اسرائیل رو تشکیل دادن و می کشند و می تعجب از این است ادهی ای از مسلمانان ما هنوز هم حاضر نیستن بیدار بشن هنوز هم چشمشون در برابر این حقایق هنوز هم چشم اینها بسته است. این همه جنایت این همه کشتار بمباران یک بیمارستان و کشتن 500 نفر در بیمارستان کی باید این امت بیدار بشه کی باید این حقیقت رو بشناسه که اینها دوست ما نیستند اینها دشمن ما هستند مسئله که امروز در فلسطین اتفاق میفته مسئله یک گروه خاص نیست مسئله دشمن با یک گروه خاص در غزه نیست جنگ فلسطین جنگ امروز جنگ غزه نیست جنگ فلسطین تنها غزه نیست تنها فلسطین نیست جنگ اسلام است جنگ امت اسلامی است جنگ اعتقاد است جنگی است بر علیه مسلمانان ها انتم اولای تحبونم شما اونها رو دوست دارید ولی یحبونکم و, و تؤمنون بالکتاب کله شما به تمام کتاب های آسمانی اعتماد دارید اعتقاد دارید احترام دارید به پیامبران گذشته احترام دارید اعتقاد دارید باور دارید اما اونها چی اونها شما را اصلا قبول ندارند حتی خودشان خودشون را هم قبول ندارند حتی صهیونیستها، ها یهودیان حتی مسیحیان رو هم قبول ندارند چه برسه به مسلمانان حتی یهودیان یهودیان حتی مسیحیان رو هم قبول ندارند و قالت الیهود لیست النصارا علی شی یهودیان میگن نصارا هیچ عددی نیستن هیچ احترامی ندارن بزرگترین تهمت ها رو به بانو مریم علیه السلام یهودیان میزنند و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتان عظیمه اونها نعوذ بالله مسیح علیه السلام رو که نور چشم ماست تاج سر ماست خاک پای و او سرمه چشمان ماست او رو نعوذ بالله ولد زنا میدانند این اعتقاد یهود است یهودیان عیسی علیه السلام رو نعوذ بالله ولد زنا میدانند این 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 حقیقت اونهاست کسی که غافل است بره مطالعه بکنه بره خبر بگیره چرا اینقدر سطحی به مسائل نگاه میشه یک جوان مسلمان چرا انقدر سطحی نگر باشه نسبت به این مسائل یک جوان مسلمان قرآن رو بیا تلاوت بکنه می قرآن چی میگه درباره اینها برای تو یا ای الذین آمنوا ای کسی که ادعای ایمان داری لا تتخذوا بطانه من دونکم چرا چرا اونها رو به دوستی ها انتم اولی تحبونکم ولا تحبونهم ولا يحبونكم شما اونها رو دوست دارید ولی اونها شما رو دوست ندارن و تؤمنون بالکتاب کله شما به همه کتاب های آسمانی گذاشت احترام دارید ولی اونها نه اونها این احترام رو ندارن نه به پیامبر شما نه به دین شما نه به اعتقاد شما نه به تاریخ شما نه به قبله اول شما به دنبال این هستند که مسئول نقصار رو تخریب بکنن و آسانی که از امت اسلامی در طول چهارده قرن گذشته در اینجا باقی است از بین ببرن و این نقشه اون هست و اذا لقوكم قالوا آمنا وقتی با شما می با شما هستیم ما با شما هستیم ما شما را قبول داریم ما همه ما شما فرزندان ابراهیم هستیم دین ابراهیمی دین ابراهیمی درست بکنیم آیین ابراهیمی همه ما شما یکی هستیم همه ما شما خداپرست هستیم این صحبت را از دو گروه میشنوید هم از کسانی که امروز به ادعای آین ابراهیمی میخواهند که به خیال و زعم باطلشان یک دین واحد ایجاد بکنن و مسیحیان و یهودیان و مسلمانان رو کنار هم جمع بکنن یکی دیگر از منافقین منافقين که بين بین مسلمانان ادعای اسلام دارند اما منافقان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما ما هم بمؤمنین کسانی که میگن ایمان آوردیم به الله و روز آخرت اما ایمان نیاوردن و قيل لهم لا تفسدوا في الارض وقتی به منافقان گفته میشه فساد ما قالوا انما نحن مصلحون ما به دنبال اصلاح هستیم ما به دنبال اصلاح هستیم ما به دنبال آوردن عدالت هستیم ما به دنبال آوردن آزادی هستیم ما به دنبال آوردن دموکراسی هستیم ما به دنبال دفاع از حقوق زنان هستیم ما به دنبال دفاع از حقوق کودکان و فرزندان هستیم آیا اون کسانی که در قضا کشته می انسان نیستند آیا کودکانی که هفتاد درصد کشته های جنگ های اخیر در سرزمین مقدس فلسطین زنان و کودکان بودند آیا اینها انسان نیستند بزرگترین زندان روی زمین شهری با جمعیت دونیم دو میلیون نفر هفده سال است که در محاصره است اینها انسان نیستند اینها آزادی ندارند هفت هزار نفر از اینها در زندان ها هستند بعضی از اونها بیش از سی سال است که در زندانند در زندان های رژیم اشغالگر صهیونیست اونها انسان نیستند شکنجه هایی که اونها میشه این همه در طول این تاریخ 75 سال انسان هایی که کشته شدن به جرم دفاع از سرزمین خودشون اشغالگری داخل خانه شده و میگه برو بیرون اینجا خانه ای من است اینها انسان نیستن منافقان این که نگون و لقوکم قالو قالوا نه. ما با شما هستیم ما با شما با هم برای مبارزه با ظلم و ستم و تروریست و دهشتگری تلاش میکنیم منافقانی که با آنها همراه هستند پیش روی شما از شما تعریف میکنن از شما تمجید میکنن و اذا, ل... و اذا خلو وقتی که تنها خلوت میکنن با یک دیگر عضو علیکم الانامیل من الغیض انگشتانشان را از شدت خشم فشار میدن با دندانهای خود الله متعال میفهمد فریب اینها رو نخورید چطور مسلمانی حاضر میشه بره دست در دست یک مسیحی یک یهودی بدهد بر علیه برادر مسلمان خود چطور حاضر میشه خطاب هم مسلمانان است خطاب این آیات با کسانی است که یا ایها الذين و کسی که اعتقادی نداره به قرآن و اسلام و دین با, با او حرفی ندارم خطاب من آیات قرآن و پیروان قرآن است خطاب من فعلا مسلمانانی است که ما قرآن باور دارن باز کن قرآن رو بیا بر آل امران رو تا با تو پیش بریم که الله چه میفرماید کسی که میگه قرآن رو قبول نداره مسلمان نیست من با حرفی ندارم اون واز... مسیرش مشخصه مسیرش واضح هست صفش رو مشخص کرده ما و شما باید صفمون رو مشخص بکنیم و یه لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيض قل موتوا از شدت این خشم بمیرید ناراحتید که مسلمانان پیشرفت میکنن ناراحتید که مسلمانان ترقی میکنن ناراحتید که مسلمانان اختیار خود رو به دست میگیرن ناراحتید که مسلمانان به شما باج نمیدهند ناراحتید که مسلمانان دیگر اجازه نخواهند داد شما اشغالگری بکنید ناراحتید که مسلمانان در برابر استعمارگری شما ایستادند ناراحتید از شدت این خشم بمیرید قل موتو بغیظکم این رو الله متعال میفرماید ای کافران بمیرید از شدت این خشم که چشم پیشرفت مسلمانان رو ندارید چشم دیدنشون رو ندارید نمیتوانید ببینید که مسلمانان در برابر شما ایستادن بردگی شما رو نمی پذیرند ذلت رو در برابر شما نمیپذیرند قل موتو بی بمیرید شکست های پیاپی در جنگ ها چه شکست هایی که نخوردند ان الله علیم بذات الصدور این صحبت ها رو کسی میکنه که آگاه است به آنچه در سینه ها میگذرد زبون اونها شما رو فریب نده انقدر ساده نباش ای فرزند مسلمان ای پیرو به قرآن اینقدر ساده نباش دشمن خود رو بشناس این کلام الله هست اون کسی که اینها رو خلق کرده از دل اینها خبر دارد به تو سخن میگه با تو بپذیر اینها رو کی میخوای دست از دوستی اینها برداری کی تا عکس اینها رو به در دیوار خانه خودت میزنی ای جوان مسلمان تا شیفت شیفته و شیدای اینها هستی تا کی فریب اینها رو میخوری تا کی تا کی باید به دنبال اینها باشی تو ها انتم اولای تحبونهم ولا يحبونكم اونها هرگز شما رو دوست ندارن اونها اصلا شما رو آدم حساب نمی کنن. شما رو حیواناتی میدانند البته این اعتقاد کل یهود نسبت به اعتقاد یهود نسبت به کل انسان هست خاصتا مسلمانان یهود بر این اعتقاد است که غیر یهود حیواناتی هستند که الله اونا رو خلق کرده برای خدمت به یهود و به خاطر اینکه یهودیان بتوانند با آنها تعامل بهتری داشته باشن اونها رو به شکل انسانهایی درست کرده مگرنه در از همشون حیوانند و این در کتبشون معروف هست فریب اینها رو نخورید دروغ اینها رو نپذیرید اینها کتاب الله متعال تورات رو تعریف کردند. در تورات ببینید که چه اهانتهایی بر الله در توراتی که امروزه به اسم تورات هست نسخه مختلفش ببینید چه اهانت‌هایی به ذات الهی وجود داره چه اهانت‌هایی به انبیای الهی وجود داره. اینها کلام الله رو تعریف کردند. اینها به پیامبران الهی توهین میکنند اینها به ذات الهی توهین میکنند اینها سر تا سر تاریخشون دروغ است و کذب است. اینها به شما راست میگویند اینهایی که کتابهای الهی رو تعریف کردن انجیل رو تعریف کردن اینها به شما راست خواهند گفت اونهایی که در دین به تحریف کردن به پیروان خودشون دروغ میگویند در دنیا به شما راست خواهند گفت این تمسس تسوهم اگر ذره نیکی به شما برسد این تمسس کن. از میاد اگر شما رو لمس بکنی یک خوبی یک خیری یک خیری شما رو لمس کنه حتی ذره خوبی به شما برس ذره خیر به شما برس یک گشایشی بشه پیروزی بیاد فتحی بیاید افتخاری رو کسب بکنید ذره خوبی به شما برسه تسوهم اونا رو ناراحت میکنه اصابشون خراب میشه نوراحتن چرا مسلمان ها پیروز شدن چرا مسلمان انقدر پیشرفت کردن چرا مسلمان ها به این دست یافتن چرا مسلمان ها به فرانسه دست پیدا کردن مسلمان, ها ها کنن؟ مسلمان ها در علم پیشرفت کردن مسلمان ها در اقتصاد پیشرفت کردن مسلمان ها در سیاستشون به دست گرفتن اختیارشون رو نمیتونن تعامل بکنن اون تمسس کوم حسنتون تسوهم اونها ناراحت میشند و این توصیب کوم اگر بدی به شما برسد و شما رو فرا بگیرد یفرحو بها خوشحال می شوند لا اله الا الله سبحان الله یکی از نشانه های منافقین و دشمنان اسلام و مسلمین این هست اگر بدی به امت اسلامی برسد خوشحال می شوند و می بینیم امروز با کمال وقاحت با کمال گستاخی از کشتار مردم بیگناه غزه از کودکان از زنان از بیگناهان خوشحال میشند خوشحالند خوشحالند از اینکه مسلمانان کشته میشند همه کسانی که اعلان خوشحالی میکنند از کشته شدن مسلمانان در این روزها در سرزمین مبارک فلسطین برای دفاع از حق خودشان برای مبارزه با ظالم متجاوز همه کسانی که خوشحالند اینها همین منافقان هستند اینها همین دشمنان هستند کی خوشحال است هر کسی که خبری وقتی میشنوه و اعلان خوشحالی میکنه از این کشتار منافقی است که در صفحه دشمن قرار دارد انسان اگر انسان باشد از کشتن بیگناه و طفل خوشحال نخواهد شد انسان کافی است فقط انسان باشه نیازی نیست که مسلمان باشه فقط انسان باشه خوشحال نخواهد شد بگذارید این دروغ هایی رو که اونها اونا کودک کشتن سربریدن شرم است و ننگ است برای یک رئیس جمهوری که برای اد... اثبات ادعای دروغین کشتن اطفال به دست مردم فلسطین عکس فوتوشاپ بکنه عکس عکس سگی رو پاک بکنه جنازه سوخته ای رو بیاد به اسم طفل سوخته شده ای که مسلمانان فلسطین کشتنش نشان بده و رئیس جمهور پیر خرفت دیگری هم این رو بپذیره عنوان رئیس جمهور آمریکا یک رئیس جمهور خرفت بیاد و ظلم تجاوز, تجاوز به مسلمانان بیگناه رو به خاطر یک عکس فوتوشاپ شده دروغین بپذیره به دختران تجاوز کردن دلیل دروغ گفتن کاسان است بزن بیمارستان رو با پانصد نفر اونها رو بکش بعد بگو خودشون زدن بعد ظالمانی مثل خودت هم میگن بله خودشون زدن تعجب از اون مسلمان ساده است که در این شرایط هم هنوز حاضر نیست به پذیره که یهود و مسیحی دوست تو نیست این کلام من نیست این کلام قرآن است هر چه گفتم با شماره آیه از قرآن برای شما ذکر کردم این قرآن است این کلامی است که ما به اعتقاد داریم این کلام الله است توی مسلمان یا باید اینها رو بپذیری یا باید بگی نه خدا اونها رو خوب نشناخته من اینها رو بهتر از خدای اونها رو خلق کرده شناختم که در این حالت دیگه مسلمان نیستی این تمس از کم حسنتون خیلی به شما برسه اونا ناراحتن و این توسه بکم سیعتون یفرح و اگر مصیبتی به برس شما برسه خوشحالند و این تصبرو وظیفه شما چیست؟ منافق که از صفش مشخص است کافر کافر تمیتش همین است ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم من دینکم من اونها تا ابد با شما خواهند جنگید تا وقتی که شما را از دینتون خارج نکنند تا وقتی تو هم یک مسیحی بشی مثل اون یک یهودی بشی مثل اون اون موقع با تو کاری ندار. تا وقتی که مسلمان بمانی با تو می جنگند, می جنگند با تو خب وظیفه مسلمان و ان تصبرو و تتقو اگر در برابر دشمنی های اونها صبر کردی صبر و تقوای الهی کردی و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا حیله اونها نیرنگ اونها فریب اونها تو رو ضرری نمی رساند رو و تتقو صبر و تقوا تقوا باید تقوا داشته باشیم تقوا خلاصه ای تعریفش اینه که هرچی چی مطال به تو امر کرده بگی چشم هرچی چی مطال به تو رو نهی کرده از اون بگی چشم انجام ندی اطاعت دستورات الهی و دوری از آنچه که تو را امر کرده گناهان اگر میخواهید پیروز بشوید رمز پیروزی این است در راه تقوا صبر کن صبر در انجام عبادتها صبر در برابر گناهان و وسوسههای شیطان صبر بر مصیبتها و ابتلاعاتی که در زندگی شامل حال تو اگر تقوا پیشه کردی و در این مسیر صبر کردی و استقامت کردی لا یضرکم کیدهم شیعه شکست نمیخوره دست اونها خیلی ها این سوال رو میپرسن چیکار باید بکنی؟ حداقل کاری که میتونی بکنی این هست که این روزهای سخت تو رو باید متحول بکنه تو باید متحول بشی باید تجدید ارتباط بکنی بر متعال باید یک مهره مفید باشی در جامعه خودت باید یک مهره مفید باشی تو توی مسلمان الان باید با مسلمان هفته پیش با سه هفته پیش با یک ماه پیش فرق داشته باشی باید فرق داشته باشی نشین خانه فقط گریه بکن یک حرکتی انجام بده یک حرکتی رو شروع بکن کسی که میتونه اونها رو کمک بکنه به هر شکلی که میتونه کمک بکنه باید کمک بکنه به هر شکلی هر کسی میتونه کمک بکنه باید کمک بکنه به هر شکلی برای دفاع از قدس برای دفاع از بیت المقدس برای دفاع از قبله اول مسلمانان نگید که این جنگ فلان گروه هست و فلان مردم از فلان طایف است نه این جنگ نه جنگ فلان گروه هست نه جنگ فلان قوم است این جنگ جنگ مردم تنها جنگ مردم غزه نیست تنها جنگ عرب نیست این جنگ جنگ امت اسلامی باید حرکتی انجام بدید نباید بی تفاوت باشی رسول الله علیه و سلم فرمود مؤمن نمی شوی تا وقتی که آنچه برای خود میپسندی برای برادر مسلمانت بپسندی باید هر جوری میشه اونها رو کمک کرد و این تصبر و تتقو تقوای الهی یک تحولی باید ایجاد بکنی در خودت الان دیگه انسان مسلمان هنوز هم پایبندی به دین نداشته باشه هنوزم تجدید رابطه نکنه برای بر متعال هنوزم یک مسلمان واقعی نشه هنوزم رابطه خودش رو بر علای متعال تجدید نکنه این تنصر الله ها کن اگر دین الهی رو نصرت کنید علای متعال شما رو یاری خواهد کرد یک حرکتی بعد انجام میشه یک توبه جانانی بعد انجام میشه یک حرکت دست جمعی بعد انجام میشه از خودمون شروع بکنیم دوروری های خودمون رو آگاه بکنیم نسل خودمون رو آگاه بکنیم اونها رو بفهمانیم اونها رو به سمت خودمون بکشیم اونها رو تعلیم بدیم اونها یاد بدیم نسلی باید تربیت بشه این نبرد ادامه خواهد داشت تا قیامت ولا یزلون یقاتلونکم و ما از یک جایی باید شروع کرد من و شما مسئولیم در پیشگاه هر متعال باید یک حرکتی بکنیم خودت رو اصلاح بکنی خانواده خودت رو اصلاح بکنی دور بر خودت رو اصلاح بکنی یک حرکت مفیدی برای خدمت به جامعه خودت باید انجام بدی نمیتونی بی تفاوت بشینی اگر بی تفاوت نشستی تو دیگه مسلمان نیستی انسان نیستی مسلمان بودن که به جای خود و این و تتقولا یا ضرر کم که باید به اینجا برس اگر تقوا پیشه کردید و اطاعت کردید موفق میشید لا يضركم كيدهم شيئا شميعا من باز در آیات پیش روی این سوره هم داریم که بهش میرسیم ان الله بما يعملون محيط الله متعال با آنچه شما انجام میدهید آگاه است الله متعال احاطه کامل داره به همه شما انسانها ها الله متعال آزمایش میکنه مردمی رو الله متعال آزمایش میکنه امت رو الان این یک آزمایش برای کل امت است کل امت اسلام در آزمایش هستند تنها مردم غزه و فلسطین نیستند که مورد آزمایش قرار گرفتن بلکه کل امت مورد آزمایش است و تک تک افراد امت پیش انرای متان مسئولند و بازخواست خواهند شد تو برای امتت چه کردی؟ توی تاجر توی سیاست مدار توی حاکم توی مربی توی انسان عادی تو توی مرد توی زن چه کار کردی الان چه حرکتی برای امتی انجام دادی از دعا کردن کسانی که رسول الله فرمود کسی منکری را میتواند کسی منکری را میبیند میتواند با دست خود جلو او را بگیرد بگیرد کسی اگر الان اگر کسی میتواند هر کسی در هر تدی باید کمک بکنه حتی حد حت اینه که شما کسی با مالش میتونه کمک میکنه با مالش کمک میکنه با جانش میتونه با جانش کمک میکنه نمیتونه با زبانش کمک بکنه با قلمش کمک بکنه بنویسید مطرح بکنید دفاع بکنید پخش و نشر بکنید حقایق رو بگید دروغ ها رو افشا بکنید صدای خودتون رو بلند بکنید در قلب بد ببرید دوست و دشمن رو بشناسانید دعا بکنید این حد کاری که میشه کرد همینه حد کاری که میشه کرد این است به خاطر خودمون به خاطر اینکه بازخواست میشیم در برابر این حکایت باید پاسخگو باشیم باید در برابر این پاسخگو باشیم و همینقدر اکتفا میکنیم با ما باشید در قسمت های بعدی آیاتی داریم که اصل موضوع رو اونجا باز با هم داریم آیاتی که در سوری مارکی آل درباره در باره غزوه احد شده است اما بسیار بسیار راه است برای ما شما در شرایط فعلی معشناخت حقیقت نبرده حق و باطل الله متعال همه عزیزان ما شما رو در سرزمین فلسطین یاری و نصرت بفرماید و اونها رو در برابر رژیم قاسب سهیونیست و دشمنان قدس و مسجد رخصه و قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه وسلم و امت اسلامی نصرت یاری بفرماید الله متعال شهدای اونها را به همراه شهدای احد و بعد مشهور گرداند زخمی های آنها درما را درمان و شفای عاجل عنایت فرماید و اونها رو ثابت قدم نگه دارد و به امت توفیق دهد تا در برابر این ظلم و جنایت دست به دست هم بدن و در برابر این ابتلا ساکت ننشینند الله متعال ما و شما رو هم توفیق بده تا مهره مفیدی در امت خود باشیم و در برابر قدس شریف و مسجد الاقصی تفاوت نباشیم و همان گونه به بلدا همان گونه که اگر امروز سنگی به سمت مسجد الحرام پرتاب شود من و شما باید واکنش نشان بدیم همین احساس و نسبت به قدس باید داشته باشیم وقتی الله متعال مسجد الحرام و مسجد الاقصا کنار هم ذکر میکنه باید این حساس رو داشته باشی. اگر سنگی به سمت مسجد النبی پرت شود از دست دشمنی چه احساسی به تو دست میده همین احساس رو اگر در برابر قدس نداشته باشی در ایمانت خلل دارد خلل وجود داره قبله اول ماست قدس جزی از تاریخ ماست جزی از هویت ماست جزی از اعتقاد ماست جزی از مقدسات ماست و خط سرخ ماست و ساکت نخواهیم نشست تا وقتی قدس شریف دوباره به دست مسلمانان باز نگردد و صلی الله علیه سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علیه و صحبه اجمعین